سرخط خبرها در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور ترامپ قطر را تنبیل کننده تروریسم خواند. با این هم واشنگتن سعی می کند قطر را متوجه عمل کردش ساخته و در این حال روابطان را با سایر ممالک عرب بهبود بخشد. سازمان ملل متحد در نخستین نشست راجع به اوضاع ابهار سند مشترکی را به تصویب رسانید. این بار ایالات متحده نیز با سایر کشورها هم صدا می باشد. و نگاهی به وضعیت اعتراض ها در کابل و تأثیرات آن بر روال زندگی مردم. آیا اعتراض کنندگان حاضر به برچیدن خیمه ها خواهند شد؟ جزئیات را خواهید شد. با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان گرامی تلویزیون آشنا صدای آمریکا، احمد فاضلامی هستم با برنامه امروز شنبه 20 جوزه سال 1396 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. در این برنامه خبرها و گزارش‌های مهمی از افغانستان خواهیم داشت، اما نخست می‌پردازیم به رویدادهای مهم بین‌المللی. حکومت ایران امروز اعلام کرد که در ارتباط با حملات مسلحانه‌ای که بر پارلمان و نیز آرامگاه آیت الله خمینی صورت گرفت، 8 مضمون را دستگیر کرده است. آژانس خبرگزاری رسمی ارنا به نقل از احمد فاضلیان مقام ارشد عدلی وزارت ولایت البرز ایران گزارش داد که این 8 مضمون حامیان 2 گروه دهشت‌افغانی بودند که در تهران حملات انجام دادند و با آنان هماهنگی کامل داشتند. مقامات پلیس نیز گفتند که چندین نفر را در ارتباط با حملات تهران در اطراف پایتخت توقیف کردند. در نتیجه یک حمله انتحاری که از سوی یک مهاجم زن در بازار مزدحم عراق صورت گرفت، حداقل 31 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. این حمله دیروز در یک شهرک واقع در 80 کیلومتری جنوب بغداد رخ داد. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش ادعا کرده و گفته است که حمله انتحاری دیگر در مرکز شهر کربلا که همزمان رخ داد نیز کار آنها بوده است. در انفجاری که در شهر کربلا رخ داده، به گفته منابع امنیتی 4 نفر زخمی شدند. یک افسر نیروهای امنیتی گفته است که مهاجم حمله دیروز در کربلا نیز یک زن بود. تیم آشنای صدای آمریکا برای 35 سال روی یک هدف کوشیده است. تعهد با منشور صدای آمریکا. خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی آمریکا و بحث‌های جامع. با ده‌ها سال تجربه، رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است پوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای آمریکا، موثق، معتبر و جامع. با وجود شکست سنگین حزب محافظه‌کار و از دست دادن اکثریت در پارلمان، صدر اعظم بریتانیا برای تشکیل حکومت ائتلافی جدید با یکی از احزاب کوچک کار می‌کند. تریزا می گفته است که وزرای مالیه، خارجه و دفاع کابینه پیشین در کرسی‌هایشان باقی خواهند ماند. خانم می امیدوار بود که با برگزاری انتخابات زود هنگام حزب محافظه‌کارش در پارلمان اکثریت را کسب کند تا با استفاده از آن در مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا دست بالاتری داشته باشد. اردوی ایالات متحده تصاویری را به نشر سپرده که نشان می‌دهد یک طیاره جت روسی بر فراز دریای بالتیک طیاره‌های بمب‌افکن آمریکایی را تعقیب می‌کند. در یکی از این عکس‌های نشر شده که در جریان تمرینات مشترک نیروهای هوایی آمریکا با شرکای بین‌المللی آن گرفته شده، دیده می‌شود که یک جت نو سو-27 روسی، یک بمب‌افکن نو B-52 و B-1B لانسر آمریکایی را دنبال می‌کند. ایالات متحده آمریکا میگوید که تمرینات مشترک نظامیش در بحیره بالتیک که در شمال شرق اروپا موقعیت دارد، به منظور تقویت همکاری میان شرکا و متحدین بین المللیش طراحی شده تا در تأمین ثبات و در صورت نیاز در دفاع از حوزه بالتیک کمک کننده واقع شود. میشل تامر، رئیس جمهور برزیل، از یک آزمون قضایی در رابطه با اتهام فساد در انتخابات ریاست جمهوری موفق به در آمد. با وجود افتضاح فساد که روز به روز تشدید می‌یابد و با آنکه میزان محبوبیت رئیس جمهور تامر پایین است،
اما محکمه انتخابات برزیل دیروز خلاف برکناری او از کرسی ریاست جمهوری رأی داد. پس از 4 روز جر و بحث، این محکمه با 4 رأی موافق و 3 رأی مخالف این درخواست را رد کرد که پیروزی تمر در انتخابات سال 2014 باطل اعلام شود. ماه گذشته نوار پخش گردید که در آن میشل تمر ظاهراً بر رئیس پیشین پارلمان رشوه پیشنهاد می کند. تمر می گوید هیچ کار خلافی نکرده و در قدرت باقی می ماند. یک روز پس از گواهی دهی جیمز کومی، رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال یا FBI در مجلس استماعی سنا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که حاضر است به اتهامات وارده از سوی این مقام پیشین آمریکایی پاسخ ارائه کند. تحلیلگران میگویند که صحبت‌های کومی در مورد آقای ترامپ برای مدت طولانی بر اعتبار رئیس جمهور ایالات متحده سایه خواهد افکند و اعاده آن برای شخص رئیس جمهور و اداره‌اش کار دشواری خواهد بود. بر اساس گواهی جیمز کومی، دونالد ترامپ به او گفته بود که امیدوار است از تحقیقات در مورد مشاور پیشین امنیت ملیش دست بکشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید در حالی که با رئیس جمهور رومانیا همراه بود، با اتهامات ناشی از گواهی جیمز کومی رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال پاسخ ارائه کرد که روز قبل در نشست استماعی مجلس سنا بیان شده بود. نه سازش صورت گرفته، نه ممانعت. او یک افشاگر است، ولی ما می خواهیم با پیشبرد امور کشور عظیم خود برگردیم. ترامپ ادعای کومی را رد کرد که او گویا از رئیس سابق FBI خواسته است تا از تحقیقات و رسیدگی به قضیه مایکل فلن رئیس پیشین امنیت ملی دست بکشد. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که او حاضر است در این مورد گواهی بدهد. من به شما خواهم گفت که من آن را نگفتم و اگر می گفتم باز هم با توجه به گفته های دیگران که من امروز خواندم کدام کار نادرست نبود، اما من نگفتم. ترامپ همچنین گفت او به زودی در مورد موجودیت یا عدم موجودیت نوار ثبتی مکالماتش با کومی معلومات ارائه خواهد کرد. در استماعیه کمیته استخبارات مجلس سنا به روز پنجشنبه، کومی گفت او احساس کرد که تقاضای رئیس جمهور برای توقف تحقیقات در مورد فلن با مسابقه یک امر مستقیم با اوست. من آن را به عنوان یک فرمان پنداشتم. برداشت من چنین بود که او می خواهد که من این کار را انجام دهم. حال من از او اطاعت نکردم، اما در آن زمان چنین برداشت داشتم. ادلسن تحلیلگر از پوانتون آمریکایی می گوید کومی در جریان استماعی بر اعتبار دونالد ترامپ نیست، تاخت که این امر می تواند برخی از تأثیرات پایدار سیاسی داشته باشد. چگونه می توان دوباره اعتبار خود را به دست آورد؟ من فکر می کنم که این برای رئیس جمهور دشوار است و حتی با فکر من که برای اداره او دشوار است. فعلا جمهوری خواهان در کنار رئیس جمهور قرار دارند و هر گونه حرکت برای متهم کردن رسمی رئیس جمهور بعید به نظر می رسد. فکر میکنم این جلسه استماعی برای رئیس جمهور مثبت بود. صرف نظر از سایر موضوعات، اساساً او گفت که رئیس جمهور ترامپ هرگز تحت تحقیقات قرار نداشت. از سوی دیگر دموکرات ها مانند سناتور کریس ون هولن ابراز نگرانی میکند. ما در کشور خود یک عایق بین اجرای قانون و نقش مساوی حاکمیت قانون و دخالت سیاسی داریم و رئیس جمهور از آن خط عبور کرده است. اکنون انتظار می رود که بررسی در مورد روسیه توسط مولر مشاور ویژه رهبری و پیش برده شود. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای. در پی نگرانی های به وجود آمده میان کشورهای عرب در خلیج فارس، رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده از امیر قطر خواسته است تا در مبارزه با دهشت افغانی تلاش های بیشتری به خرج دهد. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان از کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر خواسته است تا تحریم ها در برابر قطر را کاهش دهند. در این حال رئیس جمهور دونالد ترامپ با انتقاد از قطر آن کشور را تنبیل کننده دهشت افغانی خواند. ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده وضعیت تازه و پیش آمده در منطقه خلیج را برای ایالات متحده، منطقه و مردم آن اذیت کننده می داند. وزیر خارجه ایالات متحده از حکومت قطر خواسته است تا در برابر نگرانی های به میان آمده مسئولانه رفتار کند و یک بار دیگر بیان داشت که واشنگتن بر مذاکرات اندیشمندانه تاکید دارد.
ما از قطر می خواهیم تا در برابر نگرانی های همسایگان خود پاسخگو باشد. قطر سابقه حمایت از گروه هایی را دارد که تمامی عناصر سیاسی را در خود دارند، از فعالیت گرفته تا خشونت. امیر قطر در کار متوقف ساختن حمایت مالی و اخراج عناصر تروریستی از کشورش پیشرفت های داشته، اما او باید تلاش بیشتر و زودتر به خرج دهد. آقای تلرسن همچنان از کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر خواستار کاهش تحریم ها در برابر قطر شد. این تحریم ها پیامدهای بشری داشته است. ما شاهد کمبود مواد غذایی، جدایی اجباری خانواده ها و محروم شدن اطفال از مکاتب بوده ایم. ما فکر میکنیم که این پیامدها ناخواسته می باشد، بخصوص در جریان این ماه رمضان، اما می تواند که به این مشکلات رسیدگی عاجل صورت گیرد. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ ریکس تلرسن را که در زمان تصدی شرکت اکسان موبیل تجربه کار با قطر دارد، برای رسیدگی به نگرانی های به میان آمده در میان کشورهای خلیج من حیث میانجی پیشنهاد کرده است. در این حال رئیس جمهور دونالد ترامپ قطر را با تمویل تروریسم متهم کرده و گفته است که حل شدن مشکل در میان کشورهای خلیج فارس میتواند آغاز برای خاتمه یافتن دهشت افغانی باشد. من در نشست رهبران بیش از 50 کشور اسلامی صحبت کردم. کشورهای مهم در منطقه موافقه کردند تا حمایت از تروریسم را، چه حمایت مالی باشد یا نظامی و یا هم حمایت اخلاقی، توقف دهند. قطر متاسفانه که از دیر زمانه به سطح بسیار بالا تمویل کننده ی تروریسم بوده است. در حاشیه نشست کشورهای اسلامی رهبران با هم یک جا با من در مورد رسیدگی در برابر رفتار قطر صحبت کردند. کشور قطر میزبان 10,000 سرباز و یک پایگاه بزرگ نیروهای هوایی آمریکا است که نقش مهم در عملیات‌های نظامی در سوریه، عراق و افغانستان را ایفا می‌کند. اما تا هنوز معلوم نیست که انتقادات رئیس جمهور ترامپ از آن کشور تا چه حد بر همکاری میان هر دو کشور تأثیرگذار خواهد بود. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. با خبرهای افغانستان میپردازیم. در هشتمین روز برپایی خیمه های اعتراضی در کابل، معترضین میگویند تا وقتی که به خواسته هایشان رسیدگی صورت نگیرد و مقام های ارشد امنیتی بر کنار و محاکمه نشوند، نه با حکومت گفتگو میکنند و نه هم خیمه ها را برخواهند چید. با این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ادامه اعتراضات مکاتب و کاروبارها را متوقف ساخته و مردم نمیتوانند که به شفاخانه ها برسند. از همین رو این اعتراضات باید زودتر متوقف شوند. حسیب مودودی گزارش میدهد. خیمه های اعتراضی در کابل نه تنها که برپا ماندند، بل افزایش نیز یافتند. معترضین 8 خیمه را در 8 بخش مزدحم شهر برافراشتند تا اگر حکومت زیر فشار قرار بگیرد و حاضر به پذیرش شرایط معترضین گردد. پیش شرط ما را به پارلمان گفتیم. پارلمان پیش شرط ما را به حکومت رساند. این پیش شرط ما اگر قبول شد با ما روی میز مذاکره نشینیم. برکناری رئیس امنیت ملی، وزیر داخله و مشاور امنیت ملی و نیز برکناری و محاکمه قماندان گارنیزون کابل از پیشرت‌های این معترضین برای آغاز گفتگو با حکومت هستند. اما اگر این پیشرت‌ها پذیرفته نشوند، باز اگر خواستند که از خشونت علیه ما کار بگیرند، ما جوریان مردمی هستیم. کوشش و تمرکز ما بر این است که ما از طریق مدنیت پیش بریم. اما اگر دیدیم که نه، باز اینا از خشونت کار گرفتند، باز هم یک قدم را صد قدم پس دادن است. اما برپایی این خیمه ها در بخش های مزدحم شهر کابل این بخش ها را تقریبا فلج ساخته است. برخی از باشندگان کابل میگویند که در این کشوگیر مردم نباید زیانمند شوند. ما روزانه 1800 کار میکردیم، حالا به 100 افغانی رسیدم. میتونن اینا با رئیس جمهور بشینن و بسیار مسالمت آمیز. از وقتی که حرکت میکنیم هر جای که 100 رو پسواری بریم به 50 رو پگف ما میکشن. همزمان با این قرار است که امروز هیئت پارلمانی که میان حکومت و معترضین میانجیگری میکند با رئیس جمهور دیدار و گفتگو کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که معترضین باید تا 24 ساعت آینده به اعتراضاتشان پایان بدهند. قرار است که امروز هیئت پارلمان
با رئیس صاحب جمهور دیدار داشته باشند و بحثایی که با تظاهرات کنندگان اونا داشتن راپورش برای صاحب جمهور ارائه کنه و ما مطمئن هستیم تقاضای ما همین است از تظاهرات کنندگان که در حدود ظرف 24 ساعت بعد تظاهرات خود نقطه پایان بنازن، چون که مردم ما، مردم غریب افغانستان اذیت شدن، کار بارا بنده است، مکاتب بنده است و شفاخانه ها مردم نمیتونن دسترسی داشته باشن. و در نهایت حکومت افغانستان امروز شنبه را به علت حملات خونین خوست، کابل و هرات ماتم ملی اعلام کرده است. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، کابل. پایان اعتراضات کنونی در کابل چه خواهد شد؟ آیا اعتراض کنندگان با مشکلاتی که در پی افراز خیمه ها و بندش راه ها در کابل ایجاد شده و نیز در برابر خواسته حکومت مبنی بر خاتمه دادن تحصن ها توجهی خواهند کرد؟ برای بحث در این رابطه حکیم الله همسخن، یکی از اعتراض کنندگان و عضو جنبش موسوم بر رستاخیز تغییر را از سدیوی کابل با خود داریم که برایشان خیر مقدم میگویم. خب آقای همسخن سلام، بر شما خوش آمدین. در اول اگر بگوین که آیا شما تانستین تا به حال نماینده های خاص خود را تعیین بکنین و همچنان خواسته های خود را منسجم بسازین و مشخص بسازین که اعتراض کننده ها مشخصا با یک صدا از حکومت چی میخواهند؟ درود بر شما و همه بینندگان تلویزیون شما. ما با خواسته هامون در دیداری که با پارلمان داشتیم به صورت منسجم و مفصل مطرح کردیم. اعضای محترم پارلمان خواسته های ما را شنیدند و قرار است که با حکومت در میان بگذارند. خواسته های اساسی ما، اگر شما به عنوان این رستاخیز توجه کرده باشین، رستاخیز تغییر است. تغییر معنی گسترده دارد، یعنی تغییر ساختار، تغییر در ادارات امنیتی و تغییر در تمام سطوح، یعنی از رأس تا به قاعده نظام باید دچار تغییر بشود. و در عین حال پیش شرط هایی هم وجود دارد که برکناری مدیران ارشد امنیتی در افغانستان و در عین حال محاکمه و به دادگاه کشاندنی فرماندهان و کسانی که بر روی معترضان برخلاف قانون و برخلاف حق مدنی و حق شهروندی و اون حقی که در قانون اساسی افغانستان تسجیل شده بر معترضان شلیک کردند، این یکی این پیش شرط هایی است برای گفتگو که اینها باید به دادگاه شما کشانده گفتین شوند. که شما این درخواست های خود را با اعضای پارلمان در میان گذاشتین. از طرف اعتراض کننده ها آیا گفته میتونید که مشخصا کیها صحبت کردند به نمایندگی از تمام اعتراض کننده ها؟ خب چتر اعتراض کنندگان بسیار وسیع است. اگر شما در جریان بوده باشید، 34 نفر نماینده از 34 ولایت افغانستان با ما وارد گفتگو شدند که ما هم بر رسم گفتگو و دیپلماسی 34 نفر از اعضای رستاخیز به پارلمان رفتن و با وکلای مردم گفتگو کردن. خب طبعا برای 34 نفر فرصت نبود، از این میان ما 5 نفر سخنگو داشتیم که فرصتی میسر شد که 3 تنی از اینا خواستهای مردم را با وکلای مردم در میان گذاشتن. خب این 3 تن نام نبردین؟ خب الزاماً نامشان زیاد جدی نیست. مسئله خواست مردم است که ما خواست منسجم داشتیم و اینا به عنوان سخنگویان مسئول بودند که بله. خواستها را با نماینده‌های مردم در میان بگذارند. پاسخ اعتراض کننده ها به کسانی که از بندش راه ها و جاده ها در کابل شکایت دارند چیست؟ آیا شما با برافراختن خیمه ها و بندش راه ها فشار را بر حکومت انداختین یا بر مردمی که روزمره نمیتونن به کار و روزگار خود برسن؟ خب شما توجه بکنید، اصولا این حکومت است که برای مردم ایجاد مزاحمت کرده و برای مردم دردسر هست. حکومتی که نتوانسته در طی این مدتی که از عمر حکومت گذشته و وظایف اساسیش که شما میدانید تامین امنیت هست، ملت سازی هست، عدالت هست، رفاه اقتصادی هست و دفاع از حقوق مستضعفین است، این حکومت به هیچ یکی از این وظایف اساسی خود خب او یک نتوانست که رسیدگی بکنه. هم سخن. او چیزی است که دولت هم حاضر است با شما در اون موضوع صحبت بکنه، ولی من مشخصا روی مشکلات ترافیکی و رفت و آمد در شهر کابل صحبت میکنم.
ما میرسم. طبعا ما اراده بر مزاحمت برای شهروندان افغانستان نداریم. ما خودمان شهروندای افغانستان هستیم و از متن همین مردم برخواستیم. طبعا در جایی که خیمه ها ایجاد شده یک مقدار سبب ترافیک شده، اما ما از یاد نبریم که شهر کابل پیش از اینکه تظاهراتی باشه یا نباشه یک شهر مزدحم است، یک شهری است که همیشه ترافیک اینجا بوده. شما توجه بکنید، یک تا وکیل پارلمان از خانه تا به محل وظیفه، یا یک وزیر از دفتر تا به خانه، یا از خانه تا به دفتر که میره، و همواره این جاده های کابل مسدود بوده. و اینا خود این حکومت است که سبب وقتی که یک وکیل بله وقتی که یک وکیل چنان مزاحمت را خلق میکنن، شما هم این را قابل توجیه میدونید که شما هم چنین یک کار بکنید؟ نه، ما این گونه توجیه نمیکنیم که چون وکلا حق دارن یا وزرا حق دارن بر مردم مزاحمت خلق بکنن، ما هم مزاحمت میکنیم. شما به خواسته ها نگاه بکنین و به نیت مردم متوجه باشین. نیت ما نیت مزاحمت نیست. نیت ما این است که ما با آمدن در خیابان ها، در جاده ها و در خیمه ها بتوانیم فشار بیاریم به بالای حکومت و جامعه جهانی را قناعت بدیم که تا سبب یک تغییر کلی در افغانستان شود، که دیگه ما شاهد خونریزی و شاهد این همه رابندی و انتحار و ترور نباشیم. نیت ما نیت مزاحمت نیست. ممنون شما. مقامات در هلمند میگویند که یک حمله هوایی اشتباهی نیروهای خارجی بر یک پوسته پلیس سرحدی در آن ولایت منجر به کشته شدن دو منصوب پلیس و زخمی شدن 6 تن دیگر آنان شد. این رویداد حوالی نیمه شب گذشته در مربوطات ولسوالی نادعلی رخ داده است. یک مقام نظامی به صدای آمریکا گفت که پلیس سرحدی نیم ساعت قبل از وقوع حمله هوایی در یک پوسته امنیتی در منطقه لویباغ ولسوالی نادعلی جابجا شده بود. مسئولان محلی ولایت هرات از افزایش معتادان در این ولایت خبر داده و میگویند که بیشتر این افراد به دلیل بیکاری و مهاجرت به کشورهای همسایه به ویژه ایران به اعتیاد رو آوردند. از سوی دیگر اداره محلی هرات از تلاش ها برای ایجاد یک مرکز بزرگ جمع‌آوری و تداوی معتادان در آن ولایت سخن میگوید. خلیل نورزایی گزارش میدهد. بر اساس آخرین سرشماری دفتر UNODC در سال 2012 میلادی در افغانستان حدود 60,000 معتاد در ولایت هرات زندگی می کنند که 13% آنها را خانم ها و 7% دیگر را کودکان تشکیل می دهند. آماری که حالا از سوی مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر هرات بیشتر عنوان می شود. غلام جیلانی دقیق رئیس این اداره در هرات میگوید با اینکه کشت کوکنار در این ولایت کاهش چشمگیری داشته و تنها در ولسوالی شندند کشت می شود، اما تعداد معتادین در هرات روز به روز در حال افزایش است. آقای دقیق میگوید بیشترین معتادان را مهاجرین عودت کننده از کشور ایران و جوانان ولایات مرکزی تشکیل می دهند. از ایشون باید فراموش نکنید، چون ولایت هرات یک ولایت سرحدی است با دو کشور متقاضی مواد مخدر هم سرحد هستند و مهاجرات های قانونی و غیر قانونی در این ولایت صورت می گیرند. از جمله معتادینی که در شهر هرات شما می بینین، بین 35-40% معتادین سایر ولایت هستند که از ایران ردمرد شدند و هرات را برای خود بستر خوبی دانستند. مسئولان مبارزه با مواد مخدر هرات همچنان میگویند بیشتر از 80% معتادان در این ولایت را جوانان و کهنسالان تشکیل میدهند. آگاهان امور صحی در هرات عواملی چون فقر، ناامنی، بیکاری، سطح پایین سواد و مهاجرت ها را دلیل عمده روی آوردن افراد به مواد مخدر میدانند. دکتر عبدالواحد رازی با اشاره به وفور مواد مخدر در شهر هرات میگوید که بی‌توجهی نهادهای مربوطه نیز سبب شده است که رقم معتادان در این ولایت بیشتر از گذشته شود. اگر قانون باشه، اگر مریض ها به صورت دوامدار تحت تداوی مراقبت قرار گیرند، هیچ نوع ما شاهد معتاد یا نخواهد بودیم. و همچنین باید این مسائل طبی و اینا معتاد شدن اینا باید از طریق رسانه ها باید تبلیغ شد تا مردم آگاهی پیدا کنند. همکنون در ولایت هرات 4 کلینیک با ظرفیت 300 بستر برای ترک اعتیاد معتادان وجود دارد که پاسخگوی رقم بلند معتادین این ولایت نیست. با این همه مقام های محلی هرات میگویند که در تلاشند تا با ساخت یک مرکز بزرگ جمع آوری و تداوی معتادین در این ولایت قسمتی از این مشکلات را حل نمایند. مقام ولایت هرات طرح جامعی را به خاطر تداوی و درمان معتادین به مقامات مرکزی ارائه کرد. این طرح در شورای وزیران مورد بررسی قرار گرفت و به وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر وظیفه داده شده که در راستای ایجاد یک مرکز بزرگ که شامل بخش‌های درمانی، آموزشی و حرفه‌ای هست برای افراد معتاد اقدام کنند.
آخرین یافته‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر در نیمه دوم سال 2015 میلادی نشان می‌دهد که شمار معتادان و افرادی که آزمایش مواد مخدر در بدن آنها مثبت بوده به 3.5 میلیون نفر در افغانستان می‌رسد، که هرات نیز در ردیف ولایت‌های با بیشترین رقم معتادین قرار دارد. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، هرات. با آنکه ایالات متحده آمریکا در زمینه رسیدگی به تغییر اقلیم از توافق بین المللی پاریس خارج شده، اما در قسمت اقدام برای حفظ اقیانوس‌ها با سایر اعضای ملل متحد هم صدا گردید. در پایان نخستین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به ابحار جهان که به روز جمعه برگزار شده بود، تمام 193 عضو این سازمان به اتفاق آرا سند نهایی را تصویب کردند. در این سند تصریح شده که تغییرات اقلیم تأثیرات ناگواری بر ابحار داشته که هشدار دهنده می باشد. در این نشست روی همکاری ها میان حکومات و نهادهای سرمایه گذار در قسمت کاهش آلودگی و تیزابی شدن ابحار بحث شد و نیز بر گسترش دامنه تحقیقات بر ابحار تأکید صورت گرفت. بیش از 1 میلیارد نفر در سراسر جهان به مواد غذایی متکی‌اند که در آب دریاها و ابحار موجود بوده و منبع اصلی پروتئین بدن را تشکیل می دهد. اما از آنجایی که اقیانوس ها روز به روز آلوده تر می شوند، همه انواع حیات بحری از آن متاثر شده و روند حیاتشان آسیب می بینند. آلودگی هوا، پلاستیک و ماهیگیری بیش از حد اقیانوس‌های جهان را به طور فزاینده آلوده و ناسالم ساخته است و انسان تا حد زیادی در آن نقش داشته. اقیانوس با مشکل عمیق مواجه است. این مسائل به گونه طبیعی رخ نمی‌دهد. همه این مشکلات توسط انسان و در رابطه با طبیعت انسان ایجاد شده است. اکنون بر ماست تا راه حل آن را جستجو کنیم. تغییر آب و هوا نیز اقیانوس را ناسالم می‌سازد. زمانی که سیاره ما گرم می شود، کاربن دای اکساید بیشتر در فضا ساطع می گردد و اقیانوس آن را جذب می کند. این تبدیل به آب تیزابی تر می شود که به حیات بحری، خصوصا صدفها و صخره های مرجانی ابحار آسیب می رساند. بر علاوه اوضاع و تغییرات جوی مانند طوفان النینو و مهاجرت برخی از حیات بحری به جاهای دیگر، معیشت ماهیگیران را از آنها می ستاند. دو بر سوم ماهیگیری تمام جهان و ویژه ماهیان تونه از جزایر اقیانوس آرام به دست می آید. اما در سال 2016 ماهیان جریان آب گرم را تعقیب کرده به سمت شرق و به دور از محل ماهیگیری سنتی و نزدیکی پالایو و پلووا در نیوگینا رفتند. این نیز ماهی تونه را در معرض خطر ماهیگیری غیر قانونی قرار داده و جزایر را با از دست دادن بیش از 600 میلیون دلار درآمد و عاید مواجه ساخته است. هر قدر ماهی تونه از آب‌های آزاد و اقیانوس‌ها بیشتر صید شود، به همان اندازه یک تهدید عمده برای پایداری پرورش این ماهی و اقتصاد ما خواهد بود. تهدید دیگر به اقیانوس‌ها پلاستیک، بطری‌ها، خریطه‌ها، ظروف و حتی ذرات میکروسکوپی برخی از لباس‌ها و سایر محصولات برای ماهی‌هایی است که شامل غذایشان می‌شود و برای آنها خطرناک است. کشورهای ساحلی و متکی به سیاحت و گردشگری اکنون دریافتند که اقیانوس سالم اقتصاد سالم را تضمین می کند. اندونزیا دومین کشور است که پس از چین در آلوده شدن اقیانوس جهان نقش دارد. اقیانوس سالم به طور مستقیم، اگر صرف به چند مفاد آن اشاره شود، باید گفت که برای ریشه‌کنی فقر، امنیت غذایی، صحت، آب پاک، انرژی های تجدید پذیر، معیشت پایدار، کار مناسب، رشد اقتصادی و تنظیم آب هوا کمک بسزایی خواهد کرد. سازمان دهندگان در کنفرانس اقیانوس ملل متحد انتظار یک اقدام متحدانه را برای تعهدات داوطلبانه ملی برای حفظ اقیانوس سالم دارند. لیلا ماهبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر می خواهید از آن چه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می خواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. بخش دری برنامه ما برای امروز در همین جا پایان یافت. همکارم احمد شکیب دوست در نیم ساعت بعدی با تازه ترین ها در بخش پشتو میزبانتان خواهد بود. خدا نگهدار.
تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند. با طول و چارو که در امریکا غک در ارزشتون و غروالی ارائه اخبار مؤثق، معتبر و جامعه چارواکو او کاربوهانو تا بی ساره لسلسه لدی. هر روز از رادیو